پشت نام خدا کمین کردند، ز آسمان فتنه بر زمین کردند، نان ظلم از تنور دین خوردند، داغ کین زیور جبین کردند، کاروان را به راهزن دادند، دست دشمن در آستین کردند، وطن خیش خرج دین نکنند، وطن خیش خرج دین کردند. سلام و درود به هموطنان و همزبانان عزیزم. پیش از آغاز سخن یک بار دیگر یادآوری میکنم که اون چه میگم و اون چه تاکنون در چارچوب این برنامه و عرض شما رسوندم مرتبطن به سخنان و اندیشه هایی که در این 36 سال گذشته در شعرها و منظومه های گوناگون این جانب که همه در خارج منتشر شدند انعکاس پیدا کردن. دلیلش هم اون بوده که همواره در این دوران 36 سالگی تبعید یا غربت، ایران و مردم ایران و فاجعه‌ای که بر سر ملت ما و کشور ما آوار شد مسئله اصلی و دغدغه ذهنی و فکری من بوده. علاوه بر اینها با وجود حضور فیزیکیم در خارج از کشور، لحظه ای از اون چه بر کشورم ایران گذشته و میگذره غافل نبودم و در حد توان خودم کوشیدم در این سالها از تاریخ و فرهنگ و سرگذشت و سرنوشت ملتی که خودم رو متعلق به اون میدونم دور نباشم. مهمترین دلیل اون که بیشتر شعرهای من رنگ سیاسی و اجتماعی و نقد فکری و فرهنگی به خودشون گرفتن همین واقعیت. دوم اونه که اگرچه تحصیلات آغازین من در ایران تئاتر و نمایش بوده، با وجود این به محض رسیدن به پاریس در رشته جامعه شناسی و همچنین در تئاتر و ادبیات به تحصیل پرداختم و بنابراین سخنانی که در این برنامه ها طرح می کنم نه از مشغله اساسی فکریم به عنوان شاعری که همواره به ایران می اندیشد دورند و نه از زمینه رشته تحصیلیم که در سه شاخه مختلف تئاتر و ادبیات و جامعه شناسی بوده. پس از ذکر این مقدمه میخوام باز بگردم به سخنانی که در جلسات پیشین طرح کردم و باز هم از خبط و خطای بزرگی سخن بگم که روحانیت شیعه به رهبری آیت الله خمینی مرتکب شد. خطایی که هم سرنوشت ایران رو دوچار مخاطره‌ای بزرگ کرد و ضربات مهلکی بر پیکر ملت ایران فرود آورد و آینده این کشور رو با خطرات بزرگی روبرو ساخت و هم ضربات جبران ناپذیری به دین و به باورهای مردم ایران فرود آورد. آری، روحانیت شیعه با علم کردن اسلام در برابر ایران و ایرانیت هم ایران را به سوی سرنوشتی متلاطم و نامطمئن و پرخطر سوق داد و هم اسلام را در ایران و در ذهنیت و در ناخودآگاه ملی ایرانیان ضربه پذیر ساخت و این نکته قولی است که خرد و بزرگ برانند و نیازی به توضیح چندانی هم ندارد و بعید است که حتی خود روحانیت هم این واقعیت تلخ رو تا امروز درک نکرده باشند. واقعیت اون است که کسانی که بر اساس فقه شیعه و به نام فقیه بر اریکه سلطنت استبدادی ایران تکیه زدند با رفتارهای غیر قابل تصور و غیر قابل انتظاری که در پیش گرفتند و یک شبه رحمت و روحانیت و اخلاق را که تداوم دین در یک جامعه با آنها بستگی داشته و دارد مبدل به قساوت و کشتار و غارت و شکنجگری و دروغ و ریا و فساد غیر قابل تصور کردند، بدین گونه دین در اثر قدرتیابی بی مقدمه و بادآورده روحانیت یک شبه تغییر ماهیت داد و به جنایت و بیداد گرایید. طلبه ها سردوشی و قبه بر شانه هاشون کوبیدند، چکمه پوشیدند و تفنگ به دست گرفتند و مرگ بر این و آنگویان رژه رفتند و مست از تعصب و قشریت و جاه طلبی و بیگانه از سرنوشت سیاسی و ملی ایران به خیال خود به جنگ کفار بنی قریظه رفتند. حالان که مردم ایران که زیر تیغانها و نیروهای فرصت طلب ناداشت و ویرانگری که تنها فضیلتشان ریششان بود و برای پیاده کردن یک برنامه قساوت به خدمت اونها در اومده بودند، له می شدند، نه از کفار بودند و
و نه از طایفه بنی قریظه، مردم ایران بودند، و نه رهبری روحانیت شیعه که به اصطلاح صاحب دبدبه و کپکپه و قدرت بلا منازع شده بود، محمد رسول الله بود، و نه تهران و اصفهان و تبریز و مراغه و رشت و خرم‌آباد و شیراز و سایر شهرهای ایران، مدینه و مکه و یثرب سالهای نخستین هجری بودند. این چنین بود که آنهایی که تا آن روز نمایندگی مقدسات و اخلاق و رحمت الهی رو بر عهده داشتند، به سرعت غیر قابل تصوری تبدیل به قاتل و شکنجهگر و ششلولبند شدند و دست به کشتار و انتقام‌جویی زدند. آنها به علت عظمت اتفاقی که گنجایش درک و فهم اون رو نداشتند و از شدت آزمندی دچار یک توهم و هذیان بزرگ تاریخ روحانیت در ایران شدند و سرانجام روحانیت و معنویت و دین و اخلاق رو به پای قدرت و جاهی که گویی از آسمان در سبد اونها فرو افتاده بود قربانی کردند. چنین بود که مست و لایعقل از نشأه قدرت و مکنتی که خوابش رو هم نمی دیدند، از آن پس یک هدف و تنها یک هدف اساسی داشتند و اون هم همانا حفظ قدرت بود و بس. و برای این هدف از حربه دین و از حربه مقدسات تا آنجا که توانستند سوء استفاده کردند و باورهای کهن و اعتقادات مؤمنان ایرانی رو به گروگان و به بازی گرفتند و در راه توجیه استبداد سیاه و ویرانگری که در حال گسترشان بودند به کار بردند. اونها هر چه کردند به اسم اسلام و خدا و پیغمبر کردند و به بهانه دین کشتی بر شط خون ایرانیان راندند. آنها مردم ایران را که در انقلاب شرکت کرده بودند و برای آزادی و عدالت اجتماعی و استقلال ایران از ده‌ها سال پیش زمین ساز انقلاب شده بودند، به چشم کفار بنی قریظه نگاه کردند و خودشان را جای محمد و علی نشاندند و کردند آنچه کردند. نتیجه این آزمندی برای حفظ قدرت ادامه جنگ قابل پیشگیری 8 ساله‌ای بود که بهانه‌ای شد برای کوبیدن مخالفان آزادیخواه در ایران و در نتیجه برای حفظ قدرت در دست روحانیت. میلیون‌ها ایرانی و عراقی در این جنگ طلبی روحانیت کشته شدند و آواره شدند و کشور ما آنچنان ویران شد که جبران اون تنها به مدد غیرت ملی در یک دوران طولانی آزادی اگر دست دهد ممکن خواهد بود. نتیجه دیگر این آزمندی کشتار بیرحمانه و قساوتگرانه فرزندان ملت ایران بود که تازه سر از تخم به در آورده بودند و هیچ گناهی نداشتند الا اینکه هوادار کسانی بودند که انقلاب را زمین سازی و سازماندهی کرده بودند. این بچه ها که هزار تا در عرض چند دقیقه کشته شدند همشان بیگناه بودند. آنها از همان آغاز با کسانی که به حزب الله و به نیروهای سرکوبگر روحانیت پیوستند تفاوت چندانی نداشتند الا اینکه از آنها باهوشتر بودند و فهمیده‌تر بودند و برخلاف لشکر حزب الله فرصت طلبان و مردم ناداشت و اوباش که به تازگی ریش گذاشته بودند در میان آنان نبود. درست است که از سیاست چیزی نمی‌فهمیدند، اما برای فهمیدن آمادگی داشتند اگر فرصت میافتند، و به دلیل اون که آزادی خواه بودند به حمایت از سایر گروه‌های سیاسی برخواسته بودند، زیرا نمیخواستند که در کشورشان قدرت یکسره به دست روحانیت بیفتد و کشور به استبداد دینی بدل شود و وضعیتی پیش بیاید که امروز شاهد اون هستیم. ایرانی‌ها بعد از انقلاب تصور میکردند که آزادی به دست آوردند، زیرا اکثر اونها چهره رهبری رو که تا آن زمان نماینده معنویت بود و از آزادی و عدالت حرف میزد و در ماه دیده بودند. بچه های مردم خیال میکردند که گروه های انقلابی در انقلاب شریکند. جمعی به ملاها رو آوردند و گروه هم به سازمان هایی که پیش از ملاها و بیش از ملاها جوش انقلاب رو زده بودند و بیش از اونها قربانی داده بودند و زندانی شده بودند. بچه های مردم شیفته و دلباخته میتولوژی انقلاب و قهرمانان جانباخته 2 دهه پیش بودند.
اونها گناهی نداشتن، نیت بدی هم نداشتن، اما ملاها تیغ بیدریق بر اونها نهادند و آسیاب خون به راه انداختند و یاد عربهای متجاوز دوران مسلمانان تازی و حملات خلفای اموی و عباسی رو از نو زنده کردند و گوی سبقت از مغول و تاتار رو بودند. ایرانیان یک شبه کافر حربی شدند و حکومت نو رسیده نو دولت ها انقلاب شد و اسلام شد و دین شد و اخلاق شد و امام زمان شد و دیگران ضد انقلاب. این زخمی که بر پیکر ایران زدند هرگز ترمیم نخواهد شد و داغی که بر دل مردم ایران نهادند به هیچ مرهمی التیام نخواهد یافت. هیچ خانواده ایرانی نیست که داغی از خنجر حکومت روحانیان به دل نداشته باشد. این موضوع کوچیک نیست و اگر ذره اندیشه و فکر در حاکمان روحانی امروز می بود، می باید از یادآوری این حقیقت بر خود می لرزیدند. روحانیت در ایران مغول نبود، سردسته قبایل بیگانه‌ای که برای یورش و یغما به کشور ما سرازیر شده بودند نبود. روحانیت نماینده دین، نماینده شرع و هدایتگر مردم به سوی اخلاق و معنویت و تقویت کننده ایمان و اعتقادات مردم و پاسخگو به مسائل و نیازهای وجودی و ربوبی و اخروی مردم مؤمن ایران بود. اما متاسفانه این چهره جلادی که از خودشون نشون دادن و این ظلم و بیدادی که افسونتر از همه چکمه پوشان سراسر تاریخ به مردم ایران کردند هرگز با هویت و تشخص وضعیت اجتماعی ذهنی روحی اخلاقی روحانیت سازگاری نداشت، بلکه با آن در تضاد بود. ملت ایران برای ابد از رفتاری که روحانیت شیعه در این 36 سال از خودشون نشون دادن به شدت دچار شوک تاریخی و ضربه روانی بی سابقه شده است. اثر این زخم برای ابد در روانشناسی اجتماعی و در ناخودآگاه جمعی ایرانیان و در تاریخ مدنیت ایران باقی خواهد ماند. من مطلقاً طرفدار انتقام‌جویی و کینه‌ورزی نیستم. از این رو چنین سخنانی رو میگم باشد تا روحانیت حاکم اندکی بیاندیشد و برای التیام زخمی که به دلیل آزمندی فردی و صنفی خودش و به دلیل جاه طلبی و فزون خواهی خود بر پیکر ایران و ایرانیت فرود آورده است چاره‌ای بیندیشد. روحانیت می باید با مردم آشتی کند، چرا که آشتی با خدا هم از راه آشتی با مردم می گذرد. خدا را بران بنده بخشایش است که خلق از وجودش در آسایش است. آقایون روحانیون، متاسفانه خلق از وجود شما در آسایش نیست. این آسایش در گروه آشتی با مردم ایران است و با منافع آنی، منافع عالی و آتی نسل‌هایی که قرار است در این کشور شاد زندگی کنند و آزاد. این آشتی هم جز دست برداشتن از قدرت سیاسی و جدا کردن دین از دولت و حکومت نیست. من به عنوان یک دانشجوی آواره، یک شاعر تبعیدی ایرانی، به عنوان یکی از 6-7 میلیون ایرانی که خانمان به شما نو دولتان خود پسند وانهادند و از کشور خود گریختند، مگر روی آرامش ببینند و بیرون از فضای اختناقی که شما برای ساخته اید نفس بکشند، این سخنان را برای شهادت تاریخی و در برابر این دوربین به مردم کشورم و رو به روحانیتی میگویم که همچنان نشئه قدرت او را مست کرده و متکی به تفنگ و چماق تصور میکند که اسلام را به رفیع ترین قله های عظمت خودش رسونده، حالان که با کمال تأسف و درد و دریغ اسلام و ایران را هر دو به سراشیب سقوط سوق داده است. متاسفانه چون فرصت نیست امروز براتون شعر نمیخونم. شاد و پیروز باشید. گفتار دو هفته پیش ما درباره سنگ‌های آسمانی بود. در آنجا گفتم که چگونه انسان برای نخستین بار با پژوهش‌های ژان باتیست بیو، فیزیکدان فرانسوی، ثابت کرد که گاهی از آسمان سنگ فرو می‌افتد. همچنین گفتم که در طول تاریخ سنگ‌های آسمانی در انسان شگفتی و ترس برانگیختند، تا آنجا که انسان آنها را ابرزاستاری فوق طبیعی پنداشته و تصور کرده که از سوی خدا یا خدایان می آیند. بنابراین آنها را مقدس شمرده، برایشان پرستشگاه ساخته و آیین‌های دینی به جا آورده و هنوز هم به جا می آورد. امروز می خواهم بیشتر درباره پیامدهای برخورد این سنگ‌ها با کره زمین سخن بگویم. نخست ببینیم که این سنگ‌ها از کجا سرچشمه می گیرند.
سنگ های آسمانی بخشی از موادی هستند که هنگام پدید آمدن راجمان یا منظومه خورشیدی 4.5 میلیارد سال پیش در ساخت سیاره ها به کار نرفتند. در واقع نخاله هایی هستند که از آغاز پیدایش راجمان خورشیدی به جا مانده هستند. میلیون ها از این سنگ ها به دیسه کمربندی بین مدارهای مریخ و مشتری به گرد خورشید در گردشند. قطر بزرگترین این سنگ ها تا 600 کیلومتر میرسد. به این گونه براخت ها ابژه ها سیارک میگویند، در انگلیسی استروئید. هسته های دنبالداران هم که بزرگیشان به 20 کیلومتر میرسد از آن مواد باقی مانده هستند. وقتی این سنگ ها در میدان گرانشی براخت پرجرمتری قرار می گیرند، به سوی آن براخت کشیده می شوند و مدارشان را تغییر می دهند و با جسم های دیگر یا سیاره ها و ماه های راجمان خورشیدی برخورد می کنند. این برخورد ها از پدیده های بسیار عادی راجمان خورشیدی هستند. اگر به سطح ماه یا عطارد نگاه کنید، هزاران گودال یا لاوک کریتر میبینید که برخورد این سنگ ها پدید آوردن. تصویر یک سطح ماه را نشان میدهد. تصویر دو سطح عطارد را. قطر لاوک هایی که میبینید به صدها یا هزاران کیلومتر میرسد. تصویر شماره سه اروس را نشان میدهد که یکی از سیارک هاست. درازای آن 33 کیلومتر است. در آنجا هم اثر برخورد این سنگ ها را میبینید. هر سال هزاران سنگ وارد جو زمین می شوند که بر اثر سایش با لایه های جو داغ می شوند و آتش می گیرند. از هم فرو می گسلند و فقط تعداد کمی که اندازشان بزرگ است به روی زمین می رسند. اگر شب باشد سوختن آنها را در آسمان می توان دید. به این پدیده شهاب می گوییم، در انگلیسی متیور. آن چیزی که به روی زمین می رسد شهاب سنگ یا سنگ آسمانی یا آسمان سنگ، در انگلیسی متیورایت نام دارد. واژه های شهاب سنگ و سنگ آسمانی و آسمان سنگ از نظر ترم شناسی اشکال دارند، چنان که خواهم گفت. از این رو بهتر است به آنچه که به روی زمین میافتد شخانه گفت، که در ده خدا هم آمده است. شخانه ها به سه دسته بزرگ تقسیم می شوند. دسته نخست از سنگ یا سیلیکات ها درست شدند. به اینها شخانه های سنگی میگوییم. سبب این که من واژه شخانه را ترجیح میدهم این است که اگر به جای آن سنگ آسمانی یا شهاب سنگ را به کار ببریم، به این دسته باید گفت سنگ های آسمانی سنگی یا شهاب سنگ سنگی، که تکرار مخل است و زیبنده زبان پرسون یا دقیق دانش نیست. نزدیک به 95% شخانه ها سنگی هستند. دسته دوم شخانه های آهنی هستند که از آهن و نیکل پدید آمدند. کمی بیش از 4% شخانه ها از این نوع هستند. دسته سوم شخانه های آهنی سنگی هستند که 1% شخانه ها را تشکیل می دهند. وقتی که شخانه بزرگی با سطح زمین برخورد می کند، انرژی آزاد شده آنچنان بسیار است که شخانه بخار می شود، ولی گودال یا لاوکی بر جای می گذرد. اندازه لاوک یا گودال پدید آمده به چند عامل بستگی دارد: بزرگی شخانه، سرعت شخانه، چگالی آن و زاویه‌ای که با آن وارد جو می شود. هر سال شخانه های بسیاری بر زمین فرود می آیند، ولی بیشترشان بسیار کوچک و کم وزنند. با این همه وزن کل همه شخانه هایی که هر سال به زمین می رسند 10 میلیون تن تا 1 میلیارد تن برآورد می شود. شخانه های سنگی خود به دو گونه اصلی بخش می شوند: کندریت که 86% شخانه ها هستند و اکندریت که به 8% می رسند. برخی از کندریت ها در بردارنده مادی ارگانیک و اسید آمینه هستند که پایه های زیست به شمار می روند. بنابر نظریه‌ای مولکول هایی را که به زیست انجام می دن شخانه ها با خود به زمین آورده. بهترین محل برای جستجوی شخانه های افتاده بر زمین دشت هایی از کره زمین هستند که سنگی نیستند، مانند Great Plains در آمریکا که دشت های کشاورزی هستند، پهنه های یخ ناحیه های قطب جنوب، دشت های استرالیا، صحرای لیبی و الجزایر
و صحرای عربستان به ویژه جنوب عمان. رنگ سیاه این سنگ ها خود را روی یخ یا شن سفید نشان می دهد. اکنون بپردازیم به احتمال برخورد این شخانه ها با کره زمین. احتمال برخورد نسبت وارون دارد با بزرگی شخانه ها، یعنی هرچه شخانه بزرگتر باشد احتمال برخورد کمتر است، ولی اگر روی بدهد خطرناکتر است. برای نمونه احتمال برخورد شخانه به قطر 4 متر با زمین 1 بار در سال است. شخانه های 10 متری هر 10 سال 1 بار با زمین تصادف می کنند. چنین شخانه ای وقتی وارد جو می شود با سرعت میانگین 15 کیلومتر در ثانیه دارای انرژی جنبشی بسیار است. این انرژی معادل 47000 تن ماده منفجری TNT است که می شود 3 برابر انرژی بمب اتمی که به هیروشیما انداخته شد. برخورد شخانه با جو، جو را متراکم می کند و موج ضربه نیرومندی به سوی سطح زمین می فرستد که اثرهای ویرانگری دارد. برخورد با جو در ضمن از سرعت شخانه می کاهد و شخانه مقداری از انرژیش را از دست می دهد. این تفاوت انرژی صرف داغ شدن شخانه می شود که آتش می گیرد و در ارتفاع 32 کیلومتری منفجر می شود. این بود برای شخانه های 10 متری. شخانه های 20 متری هر 60 سال 1 بار با زمین برخورد می کنند. انرژی جنبشی آنها نزدیک به 400 کیلوتن TNT است، یعنی بیش از 20 برابر بمب هیروشیما. آخرین باری که چنین شخانه‌ای به زمین رسید 15 فوریه 2013 بود که بر فراز روسیه در ناحیه اورال منفجر شد. سرعتش 18 کیلومتر در ثانیه بود. قطرش 17 تا 20 متر و 10000 تن وزن داشت. از نوع سنگی بود و با موج ضربه‌ایش 7200 ساختمان را ویران کرد و 1500 نفر را زخمی کرد. این ویدیو بخشی از این رویداد را نشان می‌دهد. بزرگترین تکه سنگی که تاکنون از این برخورد یافتند 650 کیلوگرم وزن دارد. احتمال برخورد شخانه 30 متری هر 185 سال 1 بار است. انرژی آن 80 برابر بمب اتمی هیروشیما است. تصویر 4 لاوک یا گودال برینگر در آریزونا را نشان می‌دهد به قطر 1200 متر و به ژرف‌های 170 متر. نزدیک به 50000 سال پیش بر اثر برخورد شخانه‌ای 25 متری پدید آمده است. شخانه‌های چند صد متری می‌توانند شهر یا شهرهایی را کاملا نابود کنند. شخانه‌های کیلومتری می‌توانند کشوری را نابود کنند. چنین شخانه‌هایی هر 1 میلیون سال 1 بار با زمین برخورد می‌کنند. انرژی آنها 3 میلیون برابر بمب اتمی هیروشیما است. برخی از دریاچه‌های کره زمین لاوک برخورد با چنین شخانه‌هایی هستند. دریاچه قره‌گل یا به فارسی سیاه آب در تاجیکستان که در تصویر 5 می‌بینید یک نمونه از آنهاست. این دریاچه در ارتفاع 3900 متری در کوه‌های پامیر قرار دارد. پهنای آن بین 25 تا 52 کیلومتر است و ژرف‌های آن به 230 متر می‌رسد. برخورد بین 25 میلیون تا 5 میلیون سال پیش روی داده است. بزرگترین لاوک یا گودالی که از برخورد سیارک‌ها با کره زمین باقی مانده وردرفورد در آفریقای جنوبی است به قطر 300 کیلومتر. آن را در تصویر 6 می‌بینید. این لاوک را 2 میلیارد سال پیش سیارکی به قطر 10-15 کیلومتر به وجود آورده است. در این مدت 2 میلیارد سال فراروندهای زمین شناختی و جوی بسیاری ویژگی های آن را محو کردند و همکنون چند شهر در درون آن قرار دارند. لاوک منیکواگان که در تصویر 7 می‌بینید در کانادا است به قطر 100 کیلومتر 214 میلیون سال پیش پدید آمده است. همکنون در سطح کره زمین نزدیک به 200 لاوک شخانه‌ای می‌شناسیم که قطر 50 تا از آنها از 20 کیلومتر بیشتر است. از آنجا که 75 درصد سطح زمین را دریاها گرفتند، بیشتر شخانه‌ها در آب می‌افتند و گودال آنها را نمی‌توان دید. در خشکی هم با گذشت زمان فرسایش‌های زاستاری آنها را پاک می‌کنند. اکنون می‌رسیم به برخورد سیارک‌ها و دنباله‌دارهای بزرگتر از 10 کیلومتر. چنین رویدادهایی برای سراسر زمین فاجعه آمیزند.
در این برخوردها نه تنها شهرها و کشورها بلکه قاره ها و اقیانوس ها نابود می شوند و زمین در طول تاریخ خود بارها دچار چنین رویدادهایی شده است. یکی از این برخوردها در 250 میلیون سال پیش 90% همه جانوران و گیاهان را نابود کرد و میلیون ها سال طول کشید تا دوباره زیست در مقیاسی گسترده از سر گرفته شود. در یکی از گفتارهای گذشته گفتم که کره ماه به احتمال بسیار بر اثر برخورد سیارکی با کره زمین به وجود آمده است. برای ازدایش اطلاعات بیشتر می توانید به برنامه شماره 44 گذری و نظری برگردید. تا نیمه صده 20 تصور می شد که زمین به خودی خود تحول پیدا می کند. میپنداشتیم که آتشفشان‌ها، اقیانوس‌ها، کوه‌ها همه زاییده تغییرهایی هستند که پدیده‌های زمین‌شناختی به وجود می‌آورند. اخترشناسان نشان دادند که بخش بسیار مهمی از چنین فرگشت‌های زمین زاییده برخورد شخانه‌های بزرگ است که آتشفشان‌ها را به راه می‌اندازند و اقیانوس‌ها را دگرگون می‌کنند و جو زمین را در هم می‌ریزند. برخورد شخانه‌ها به بسیاری از دوره‌های زمین‌شناختی پایان دادند. به دنبال هر یک از این برخوردهای بزرگ، روند زیست در کره زمین باز ایستاده و پس از چند میلیون سال با دیسه‌های دگرگون یافته اثر گرفته شده است. آخرین باری که کره زمین دستخوش چنین رویدادی شد 65 میلیون سال پیش بود که سیارک یا دنبله‌داری به قطر 10 کیلومتر یا بیشتر با زمین برخورد کرد. این برخورد چنان مرگبار بود که 75% همه جانداران سراسر کره زمین را چه در خشکی و چه در اقیانوس نابود کرد. بزرگترین جانداران آن دوره دیناسورها بودند که به دنبال چنین رویدادی از میان رفتند. انرژی برخورد 100 میلیون مگاتن TNT بود. بزرگترین بمبی که تاکنون انسان ساخته بمبی هیدروژنی است به نام تسر بمب که ساخت شوروی است با انرژی 57 مگاتن TNT، یعنی انرژی که آن سیاره که 10 کیلومتری رها کرد 2 میلیون برابر بمب هیدروژنی، بزرگترین بمب هیدروژنی انسان بود. در چنین رویدادی دمای جو به چند هزار درجه میرسد که همه جنگل ها آتش میگیرند و مولکول های جو تجزیه میشوند که برای تنفس مناسب نیستند. اگر شخانه به زمین بخورد میلیاردها تن خاک در جو بلند میکند. دوده و غبار ماها یا سالها جلوی تابش خورشید را میگیرند. اگر در اقیانوس ها بیفتد تسونامی یا موجهایی پدید میآورد به بلندی 1 تا 2 کیلومتر که تا صدها کیلومتر به درون خشکی میروند و همه چیز را ویران میکنند. برخورد چنان شدید است که نه تنها پوسته زمین را خواهد شکست، به لایه های بالای هستی زمین هم آسیب خواهد زد و باعث فوران بسیاری آتشفشان خواهد شد همراه با زمین لرزه های باور نکردنی. گازهای سمی آتشفشان ها به ویژه اکسیدهای ازوت، گاز کربنیک و اکسیدهای گوگرد جو را پر خواهند کرد. رطوبت جو که زاییده بخار شدن بخش بزرگی از اقیانوس هاست آنها را به باران های اسیدی تبدیل می کند. چنان که گفتم چنین اوضاع و احوالی 65 میلیون سال پیش 75% جانداران کره زمین را نابود کرد. این رویداد به دوران زمینشناسی کرتاسه پایان داد و دوران پلئوژن را پای نهاد. لاوک یا گودال برخورد را در سال 1990 پیدا کردند. در خلیج مکزیک قرار دارد و قطر آن نزدیک به 300 کیلومتر است. لایه ای از رسوب ها به ستبرای بیش از 1 کیلومتر آن را پوشانده است. بسیاری دلیل ها پدید آمدن این لاوک را به برخورد آن شخانه در 65 میلیون سال پیش پیوند می دهند. از جمله وجود ایریدیوم و بلورهای کوارتز ضرب دیده در چینه های زمین شناختی آن دوره. وقت ما به پایان می رسد. انسان چند دهه است که به خطر جدی این برخوردها پی برده است و همکنون ناسا و آژانس فضایی اروپا دست‌اندرکار پروژه‌هایی هستند برای پدافند از زمین در برابر چنین رویدادها. این را بگذاریم برای فرصتی دیگر. دنیای غریبی است نازنین. پاپ اعظم در کوبا
به دیدار فیدل کاسترو می رود. در مسکو ولادیمیر پوتین به مسجد جدید الاحداث مسلمانان می رود و در مراسم افتتاح مسجد شرکت می کند. در آمریکا آخرین نظرخواهی نشان می دهد که آمریکاییان به درستی نمی دانند رئیس جمهورشان مسلمان است یا مسیحی. دنیای عجیبی است نازنین. از دیدار پاپ و فیدل کاسترو شروع کنیم. نمیدانم فیلم خبری این دیدار را دیده اید یا نه، و اگر دیده اید آیا مثل من از بازی روزگار مبهوت نشده اید؟ در این فیلم خبری پاپ اعظم و رهبر انقلاب کمونیستی کوبا در کنار هم نشستند، دست در دست هم گذاشتند و برادرانه گپ می‌زدند. به درستی معلوم نیست کاسترو به خدا و مسیحیت ایمان آورده یا پاپ به مارکسیسم. در کنار خبر روز یک فیلم قدیمی هم از فیدل کاستروی جوان با ریش سیاه و بازوان ستبر مشاهده می کنیم که مشغول فریاد کشیدن بر ضد ارتجاع و فراخواندن مردم به انقلاب است. انقلابی که بساط کلیسا را برچید و آن دسته از مسیحیان را که نمی خواستند به مذهب مارکس و انگلس ایمان بیاورند به ترک وطن و فرار به سوی آمریکا واداشت. به همین جهت هم وقتی پاپ از کوبا روانه اون طرف آب شد تا به دیدار اوباما برود و سپس در کنگره آمریکا و مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کند، برای حفظ جان او چنان اقداماتی از لحاظ امنیتی صورت گرفت که سابقه نداشت. چرا؟ برای اینکه احتمال می‌رفت مهاجران کوبایی به جان رهبر کلیسای کاتولیک سوء قصد کنند و یا خشم خود را نسبت به رفتار و کردار او در سفر کوبا به طرز نامطلوبی نشان بدهند. و اما استقبال باراک اوباما از پاپ به نوعی بی سابقه یا کم سابقه انجام گرفت. مرسوم این است که وقتی رؤسای کشورها به دیدار رئیس جمهور آمریکا می روند، در آستانه کاخ سفید رئیس تشریفات در اتومبیل رو برایشان می گشاید و میهمان را تا پای پله ها که رئیس جمهوری به انتظار ایستاده است مشایعت می کند. اما این بار رئیس جمهور آمریکا بود که شخصاً مثل یک مأمور تشریفاتی در اتومبیل را گشود و زیر بغل میهمان چاق و چله خودش رو گرفت و او رو در پیاده شدن کمک کرد و همراه خودش به کاخ سفید برد. شاید این اقدام متواضعانه یک پاسخ غیر مستقیم باشد به اون دست از آمریکایی‌ها که هنوز نسبت به عقاید مذهبی رئیس جمهورشان شک دارند و به درستی نمی‌دانند باراک اوباما مسیحی است یا مسلمان. طبق یک نظرخواهی که اخیراً در آمریکا صورت گرفت و نتایج آن هفته گذشته انتشار یافت، 54% از جمهوری خواهان معتقدند باراک حسین اوباما مسلمان است. فقط
14% باراک اوباما رو مسیحی می دانند و 32% نسبت به مسلمان یا مسیحی بودن او شک دارند. همچنین است تردید آمریکاییان نسبت به محل تولد رئیس جمهوری که 7 سال از اقامتش در کاخ سفید می گذرد و آخرین سال دوره دوم ریاست جمهوری رو طی می کنه. 45% از جمهوری خواهان که در نظرخواهی مورد سوال قرار گرفتند نظر دادند که باراک اوباما در کشوری بیگانه چشم به جهان گشوده و سپس پدرش او را به آمریکا آورده و برایش شناسنامه گرفته است، در حالی که طبق مدارک و اسناد رسمی محل تولد اوباما هوایی است، یکی از 50 ایالت اتازونی یا ایالات متحده آمریکا. و اما ضربه شدیدتری که در همین ایام بر اوباما وارد آورد، داوری مدیر پیشین انستیتو نوبل در خصوص اعطای جایزه صلح نوبل به اوست. باراک اوباما در سال 2009 هنگامی که چندان زمانی از تکیه زدنش بر مسند ریاست جمهوری نمی گذشت به دریافت جایزه صلح نوبل نائل آمد و حالا ژیر لوندستاد که آن زمان مدیریت انستیتو نوبل رو بر عهده داشت صلاحیت او رو برای دریافت این جایزه زیر علامت سوال برده است. لوندستاد که سال گذشته بازنشسته شد اخیراً خاطرات خود رو زیر عنوان 25 سال با جایزه نوبل انتشار داده است و در آنجا این سوال را مطرح می کند که آیا باراک اوباما استحقاق دریافت چنین جایزه‌ای داشت؟ جواب سوال از نظر مدیر پیشین انستیتو منفی است. او می نویسد کمیته برگزیننده برندگان جایزه نوبل در سال 2009 اوباما رو به دلیل برنامه‌های صلح‌جویانه و بشردوستانه‌ای که عرضه می‌داشت شایسته دریافت جایزه صلح نوبل تشخیص داد، به این امید که او رو در راه هدف‌هایش یاری دهد. اما در دوره ریاست جمهوری اوباما تنها بخش کوچکی از آن برنامه ها و وعده ها به اجرا در آمده است و بقیه یعنی کشک. امروز میخوام درباره یکی از معروفترین و بهترین روزنامه‌نویس‌های ایران صحبت کنم، صاحب یکی از 2 امپراتوری مطبوعاتی ایران، آقای عباس مسعودی. و میدونم که از این برنامه من بیشتر از همه از آقای احرار خوشش خواهد اومد، چون متاسفانه هنوز تعصب اطلاعاتی رو داره با وجود اینکه سالهای متمادی سردبیر روزنامه کیهان چاپ لندن بود، اما کماکان علاقه اصلیش به روزنامه اطلاعات. آقای عباس مسعودی البته قدیمی ترین روزنامه نویس ایران نیست. ما اگر که آقای میرزا صالح و آقای اعتماد سلطنه رو که روزنامه‌های اولیه رو و بسیار پر از اشتباه رو منتشر می‌کردن کنار بگذاریم،
در نسل دوم روزنامه نگاران مثل آقای سور اسرافیل، مثل آقای شکرالله صفوی، آقای دشتی و نظایر اینها هم داریم که اینها هم جزو معروفترین روزنامه نویس ها هستند و قدیمی تر از آقای عباس مسعودی. افتخار آقای عباس مسعودی در کار روزنامه و مطبوعات این است که اولین مؤسسه حرفه‌ای مطبوعات رو به وجود آوردند. یک نشریه‌ای که نفوذ یومیه داشت روی مردم، اخبارش خونده میشد، با وجود اینکه تعداد آدم هایی که باهاش کار میکردن خیلی معدود بودن، معزالک با کوشش و تلاش بسیار زیادی که به کار میبرد، با توجه به امکاناتی که در اون سالهای اوایل 1300 یعنی اوایل قرن 14 ایران وجود داشت، روزنامه خوبی منتشر میکرد. و یکی از افتخارات مؤسسه اطلاعات این بود که در شماره‌ای که مربوط به 50 سال اطلاعات بود، یک نسخه از کپی شماره اول روزنامه اطلاعات رو در اختیار خوانندگانش به عنوان کادو در اختیار اونها قرار داد که به خوبی نشون میداد که روزنامه در طول این مدت چقدر ترقی کرده و چقدر تفاوت کرده است و روزنامه‌ای که با نحوه چاپ فشاری و به طور صفحه‌های جداگانه چاپ می‌شد، این بار در بار روتاتیف‌های بسیار پیشرفته و بسیار بسیار مدرن این روزنامه رو بیرون می‌دادند. آقای عباس مسعودی ظاهراً با توجه به مقتضیات اون زمان احساس کرده بود که بدون ورود و شرکت در سیاست مملکت نمیشه یک روزنامه قوی و مؤثر و با نفوذ ایجاد کرد و به همین دلیل هم از همون آغاز کار اول به صورت وکیل مجلس به سیستم حکومتی مملکت پیوست و بعد از اینکه مجلس سنا به وجود آمد، با توجه به اینکه ایشون سه دوره در سابقه خودش به عنوان نمایندگی داشت و میتونست به مجلس سنا بره، به مجلس سنا رفت و در تا پایان عمرش جزو نایب رئیس های معروف با بانفوذ مجلس سنا به شمار می رفت. حضور ایشون در سیستم حکومتی مملکت و نفوذی که در سیستم حکومتی داشت و سیاست، به طوری که سالهای متمادی در اوایل دهه 20 ایران یکی از کسانی بود که سیاست ایران رو در قسمت‌های عربی نشین جنوب خلیج فارس اداره می کرد با توجه به نظریات شاهنشاه، ولی به همین دلیل هم صاحب نفوذ بود در مملکت و خوب کارهایی میتونست بکنه. از جمله یکی از عجیبترین کارهاش آقای مشربخش بود که صفحه بند اصلی روزنامه اطلاعات بود و به علت اینکه جزو کسانی بود که روزنامه مردم رو به صورت مخفی در دوران سالهای 1332 حتی بعد از سال 1332 چاپ میکرد و به همین دلیل دستگیر شده بود و محکوم به اعدام شده بود، با نفوذ قدرتی که داشت تونست ایشون را از اعدام نجات بده و آورد در اطلاعات به عنوان صفحه بند اصلی کار میکرد. و من بارها اتفاق افتاده بود که با آقای مشربخش صحبت کرده بودم و همیشه بابت این موضوع بسیار بسیار متشکر بود. علت این کار همونطور که گفتم حضورش در سیستم سیاسی مملکت بود و نفوذی که داشت و این نفوذ خودش رو که به کار می برد طبیعتاً یک گوشه از حکومت ایران شده بود و به همین دلیل به محافظه‌کاری معروف بود و بعدها هم بعد از اینکه دو تا روزنامه اصلی شدن و بعد سه تا روزنامه اصلی شدن و بعد چهار تا روزنامه اصلی شدن،
اون که گوی محافظه‌کاری رو میبرد میشه گفت که روزنامه اطلاعات بود. با وجود اینکه روحن و به دلیل اینکه نیازمند ماجران بود جزو محافظه‌کاران ایران به حساب میومد، همیشه ذهن وقاد و تندی داشت برای کارهای جدید. یک نمونه خودش این موضوع، من دلیل خاصی دارم برای اینکه خود من در یکی از این موارد وجود داشتم و حضور داشتم. یک روز در یکی از این محافل مهمونی شخصی که داشتیم که خانم عباسالتی هم حضور داشت، من صحبت کردم که الان که محافل سیاسی در ایران یک کمی ممنوع شده است و نمیشه داشت، همین الان روزی لااقل 10 مجلس عمده در تهران و اگر که حساب بکنیم 10-20 نمونه دیگر در سرتاسر ایجاد می شود، به وجود میاد، کسانی حضور پیدا میکنند، بیش از هزاران آدم و آدم هایی در اونجا صحبت های مدرن هم میشه، ولی روزنامه ها نسبت به این ماجرا بی اعتنا هستن، در حالی که منظور من البته محافلی بود که به عنوان مجالس ترحیم تشکیل میشد و درش سخنران های معروفی می اومدن که علاقمند بودن از طریق روزنامه ها درباره شون هم تبلیغ بشه. و من نظرم این بود که بس و توصیف این صحنه ها و این مجالس و تکیه بر روی کسانی که در اونجا بالای منبر رفتن هم باعث می شود که تیراژ روزنامه بالا بره و هم در آینده نزدیک می تواند به صورت یک منبع عایدی هم به حساب بیاد. این حرف رو من به عنوان یک صحبت همینطور معمولی در یک مجلس خصوصی گفته بودم. در حدود 3-4 روز بعد تلفن کردن رئیس دفتر آقای مسعودی که الان یادم نیست، البته آقای مشهور نبود، بعد از آقای مشهور بود، الان به خوبی یادم نیست اسمش، و به من گفتش که آقای مسعودی میخوان شما رو ببینه. من رفتم پهلویشون و ایشون بلافاصله به من گفتش که من از این طرح شما بسیار خوشم اومد و علاقمند هستم که این کار انجام بشه، آیا شما خودتون میخواهید که این کار رو به عهده بگیرید؟ اون موقع متاسفانه روزهایی بود که من مقدمات رو چیده بودم برای اینکه برم به خارج، به لندن، به انگلستان، و گفتم متاسفانه من یه سفری دارم. گفت نمیتونی به هم بزنی؟ گفتم نه. بعد من رو دعوت کرد که در یک جلسه دیگری هم که آقای مسعودی به مشاورینش داشت رفتم اونجا و گفت که توضیح بدم طرح خودم رو. طرحم رو گفتم به اونام، تقریبا همشون تایید کردن که یک فکر تازه است و خوبی هست. بنابراین از من قول گرفت آقای مسعودی که به محض اینکه برگشتم از خارج بیام و این کار رو به عهده بگیرم. اون موقع موقعی بود که من به دلیل همین که میخواستم به خارج برم از روزنامه آیندگان جدا شده بودم و مقدمات سفر خودم رو میچیدم. البته من این قول رو دادم و واقعا هم قصد داشتم که این کار رو انجام بدهم. متاسفانه وقتی که رفتم به خارج، همون اولین سال بود که آقای مسعودی که در ایران در اون موقع معروف بود به جوانترین 72 ساله ایران، به دنبال ماجراهایی که اتفاق افتاد درگذشت که شرح مفصل ماجرا رو آقای احرار در چندین جا نوشتن و در چندین جا هم صحبتش شده است. و بنابراین من دیگه تعهدی در این باره نداشتم برای اینکه بیام و این کار رو به عهده بگیرم. اما من از ذلک بعد از اینکه من برگشتم، آقای فرهاد مسعودی که جای جانشین ایشون شده بود ابراز علاقه کرد که من برم و در اطلاعات کار کنم. من رفتم ولی در عمل دیدم که روزنامه اطلاعات بسیار خوب اداره میشه و به یک مدیر دیگری که تازه بخواد بیاد نیاز نداره و آدم هایی هم که اونجا زندگی میکنن و کار میکنن به تدریج جزو تنه اون روزنامه در آمدن و قطعا یه خورده مشکل
آدم تازه واردی رو خواهند پذیرفت. و به هم دلیلم دیگه من اطلاعات نرفتم، ولی روزنامه اطلاعات به زندگی بسیار پربار خودش ادامه داد و به یک دلیلی که معلوم نیست چیست، تنها مؤسسه بود در ایران که عاقبت به خیر شد و کسی مدیریتش رو بعد از انقلاب به عهده گرفت که به حفظ احترام آدم‌های پیشین، کسانی که پایه‌گذار اون مؤسسه بودن، احترام می‌گذاشت. و الان هم ظاهراً اینجور که در ایران معروف است، و من خب طبیعتاً به علت اینکه دور هستم نمیتونم تایید یا تکذیب بکنم، تنها روزنامه است که نفوذ دارد و مردم دوست دارند که بخونند، به خصوص که رقیبی دارد که خیلی مورد توجه و علاقه مردم نیست. اینها نشون میده که هر کار خوب اگر خوب پیریزی شده باشه، اگر خیلی خوب اداره شده باشد، ادامش هم اگر تمایل وجود داشته باشد میتونه که به خوبی ادامه پیدا کنه. امیدواریم که همچنان خوب اداره بشه و ادامه پیدا کنه.